بله، مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. ایم من یه بار اینو گفتم، یه بار دیگه هم اشکال نداره. و اونی که مولانا حتی اجازه نمیده در تفکراتش خودشو یک کوچه کامل ببینه و علاوه بر این که خودشو نمیبینه، من و تو هم توش نمیبینه و میگه که ما، یعنی من و تو و مولوی، من مولوی نمیگه، و همه 7 میلیارد اندر خم یک کوچه ایم در مقابل عطار نیشابور. عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. مولانا دوباره در اینجا به صورت کامل جهان هستی رو بدن انسان تشبیه میکنه و عطار رو در بدن انسان روح انسان تشبیه میکنه و سنایی رو دو تا چشم انسان تشبیه میکنه و اشاره میکنه که ما از پی سنایی و عطار آمدیم. عطار کتاباش برای عامه مردم به عبارت عرفانی، اگر از عرفا سوال بشه قطعا حرامه، چون خواندن کتاب‌های عطار انسان رو وارد یک مقوله دیگری میکنه. عطار در به طور کلی کتاب‌هاش داره لایه‌های بسیار خطرناکی. یک لایه ساده داره به نام لایه‌ای که خیلی از نویسندگان جهان دارن یا خیلی از شعرهای جهان دارن. این لایه داره لایه با فهم متوسط به بالاست، یعنی از اگه سوادی بخوایم فکر کنیم، فهم آخر ربطی به سواد نداره، ولی اگه مثلا مثال بخوام بزنیم، از لیسانس تا پی اچ دی تو لایه اول رو میفهمن، از پی اچ دی تا 90 95 سال 100 سال تدریس کردن خوندن میره تو لایه دوم، تو بعد سوم هنوز کسی به عبارتی به جز انسان کامل و صوفیان تاریخ و عرفای بنام کسی وارد لایه سوم عطار هنوز نشده. کتابی عطار دارد که به ندرت آدم ها راجبش حرف میزنن، که البته من قراره که در برنامه ریستارت دو برنامه رو به عطار و اون چیزهایی که قابل فهمه و میشه توضیح داد رو در برنامه ریستارت قراره که توضیح بدم، که هفته دیگه، نه هفته دیگه، احتمالا دوشنبه این اتفاق خواهد افتاد. اما به طور کلی عطار برای آدمهایی که انسان کامل رو میشناسن تازه کارش شروع میشه. یعنی همه جهان وقتی که میرسن به یک درجه عرفانی که اون انسان کامل رو میشناسن، بعد تازه بهش میگن که شما حالا اجازه دارید تازه عطار بخونی. چون عطار روش‌های سلوک سالکان رو راهنمایی میکنه، یعنی عطار به عبارتی استاد اساتید دانشگاه‌های آکسفورد و هاروارد و ایناست. یعنی عطار برای یک دانشجوی که وارد شده یا برای دیپلمه یا برای مقاطع پایین‌تر هیچ حرفی برای گفتن نداره و اون دیپلمه مثل بچه 2 ساله‌ای که هیچی از انتگرال نخواهد فهمید. شما زمانی که وارد میشی به استادی و کرسی در جهان داری میشه 1000 نفر، این 1000 نفر تازه باید بشینن و کتابای عطار تدریس بشه. پس عطار تمام کتاباش برای اساتیده و باید حتما در درجه نگرش سلوک باشه. اگر عطار نیشابوری رو بخوایم تو یک کلام تعریف کنیم، میتونیم بگیم اولین و آخرین فردی است که در طول تاریخ کتاب‌هایی داده بیرون که شبیه اون کتاب موجود نیست. یعنی حتی قرآنی که مسلمان‌ها در راجعش حرف میزنن مقداری شبیه توراته، مقداریش ممکنه شبیه انجیل باشه، یه مقداریش شبیه کتاب مثلا زبوره، یه مقداریش صحفه، اصلا عطار شبیه نداره. ما وقتی که میخوایم راجع به مولوی حرف بزنیم میتونیم بگیم که آقا بعضی از تفکرات مولوی، یعنی 1/10000 مولوی رو میخواد یک انگلیسی بفهمه و زبان فارسی بلد نیست و نمیتونه مولوی رو بخونه، عرفا ارجاش میدن به تولستوی، میگن برو تولستوی بخون. زمانی که میخواییم، عرضم حضور شما، که یه خط از عطار رو بفهمیم، بعد کل ویلیام شکسپیر رو بخونیم.
وقتی شما میخوای حافظ رو بفهمی قطعا به شما میگن آقا اگر به زبان فارسی نمیتونی مفاهیم کلمات عطار حافظ رو بفهمی بهت میگن برو گوته بخون. اگر بخوایم چند خط از عراقی رو بفهمیم و مولوی رو بفهمیم قطعا به شما ارجاع میدن که هگل رو بخون، چون هگل رو شما وقتی بخونی مهم نیست که چی فکر میکنی راجعش، مهم اینه که یه 20 خطی از جناب آقای مولوی رو میفهمی. ولی عطار شبیه خارجی هم نداره، ورژنش کمپلت ایرانیه و به گن میکشه به عبارتی کل جهان هستی. عطار نیشابوری کتابی داره به نام مصیبت نامه. در این کتاب سالکی یعنی یک آدمی دنبال عرفان گنده است، من فقط داستانش رو تعریف میکنم کوتاه، و این آدم شروع میکنه از جهان هستی سوال کردن که من چجوری میخوام دین 73 راه 73 رو به من نشون بده. عطار خیلی راحت اینو بیان میکنه و بفهمم، و در 40 مقاله مصیبت نامه در 40 مقاله از شنونده محترم از آب و خاک و باد و آتش شروع میشه. یعنی عطار میره به خاک میگه سلام قربونت برم خاک خوشگل، تو نباشی جهان نیست، تو نباشی گیاه نیست، تو نباشی فلان نیست، منو میتونی، تو میتونی راهنمای من باشی، تو میتونی به من کمک کنی چجوری حق رو بشناسم، خدا رو بشناسم، راه 73 رو بشناسم. انتهای مقاله یک خاک میگه کوچولوتر از این حرفای ما که با تو حرف بزنیم. میره پیش باد همینه میگه، یعنی میره تو مقاله هات حالا شروع میشه، حالا چه متو این لایه اولشه، بعد میاد پیش آتش، بعد میاد پیش جبرئیل میگه نکنه جبرئیل اینا رو میفهمه. میره پیش جبرئیل، به جبرئیل میگه تو با پیغمبرا بودی، با همه حال کردی، تو فلان کردی، تو انقدر بزرگی، تو انقدر چنینی، تو انقدر چنانی، میخوای میچت خواهش کنم تو بیای راهنمای من بشی، میتونی بیای تو پیر من بشی، میتونی بیای تو انسان کامل من بشی، تو بیای چیز من بشی که من یاد بگیرم از تو. جبرئیل میگه حاجی ما کوچیکتر از این حرفاییم که بعد اومدی. جبرئیل رو میره، میکائیل رو میره، به ترتیب میره 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 میرسه به پیامبران. حالا من نمیخوام کوتاهش دارم میکنم. میره پیش حضرت آدم میگه آقا تو که آدمی، تو با فلان بودی، تو بهشت رو دیدی، تو میشه راهنمای منشی؟ و آدم بهش میگه نمیتونم من. میره پیش نوح همین حرفو میزنه. میره ابراهیم همین حرفو میزنه. میره عیسی میاد همین حرفو میزنه. میره وارد موسی میشه همین حرفو میزنه. میاد پیش محمد همین حرفو میزنه و تمام اینها میگن ما کمکی به تو نمیتوانیم بکنیم. و تازه هارمونی عطار از اینجا در سلوک شروع میشه. محمد سری رو بهش میگه که عطار میفهمه، محمد ابن عبدالله مسلمانانم کمکی نخواهد کرد، پس به کجا برود؟ در مصیبت نامه عطار وارد یک مقوله جدید می شود. از اینجا دریای از ستاره های نوترونی رو برای جهان هستی باز می کند و می رود تا مقاله 40 که انشالله در برنامه ریستار توضیح خواهم داد. و مقاله 40 تازه می فهمد که چه کسی می تواند او را راهنمایی کند. لایه 1 مصیبت نامه عطار به ظاهر هم فهمیدنی نیست، زیرا که عطار به عقلم در این مقالات رجوع میکنه، از عقل خواهش میکنه، به دنیای وهم یعنی به وهم و خیالم میره، هم از همه اونها تقاضا میکنه راهنماش بشن و همه پاسخ میدن که ما نمیتونیم راهنمای تو باشیم. اما در لایه دوم این داستان دریایی از عرفانی است که اگر فارسی نباشی متاسفانه، اگر دی این ایت ایرانی نباشه، اگر مفاهیم ایرانی رو نفهمی، اگر تمدن ایران در درون تو نباشه، متاسفانه هیچی نخواهی فهمید. خائنترین عارف تاریخ عطار است، زیرا که عطار کتابی بیرون میدهد که فقط ایرانی ها میفهمند و به خارج از ایران یعنی خارجی های که از ایران خارجن خیانت میکند و به اونها میگوید برای فهمیدن من یک راه وجود دارد و آن است که چند هزار سال تمدن ایرانی داشته باشی و مرا بفهمی. باید ایرانی متولد چی تا مرا بفهمی.
باید به زبان ایرانی مسلط شوی تا مرا بفهمی، وگرنه در هیچ دکان عطاری جنس من فروخته نخواهد شد. عطار به همه توصیه میکند ایرانی باش تا مرا بفهم. عطار نیشابور.